علی اول اینکه تو چنقدر ساکتی کنی؟ یه همینی همینی؟ بابا تو این مصابه نمیتونی ساکت باشی ها؟ یا نه بوخ بذار جاش جایست سکوتت بوخ بذاری؟ نمیشه که آقا خودت بگو اول متولد چه سالی هستی؟ کجا به دنیا اومدی؟ من والا متولد 28-74 هم سن واقعی دیگه، 74 واقعی؟ بعد متولد شهر قائمشهر روستای قراخیل. علی فضای جایی که به دنیا اومدی چه جوری بود؟ والا فضای جایی که به دنیا اومدم دیگه روستاست دیگه، بعد خونه ها به هم نزدیکه، بعد رفیق زیاد با هم داشتیم، با هم میرفتیم دم خونه همون مثلا بازی میکردیم با از این توپ پلاستیکی ها، بعد یه جوب هم کنار اصلا بین دوتا خیابون الان که مثلا چیز بلواره اونجا جوبه، بعد توپ هی میافتاد تو جوب، ما هی خم میشده میرفتیم تو آب توپ رو میگرفتیم بازی میکردیم دیگه، آسی کرده بودیم همه رو. فضای روستا فوتبالی بود؟ آره روستا خیلی فوتبالی، مخصوصا روستا خودمون خیلی استقرار پرسپولیسی هم، ولی بیشتر پرسپولیسی هم. بچه کشتی نشوی تو؟ من قبل فوتبال کشتی هم کار میکردم، یه سالی کشتی بودم، بعد تو این کشتی هایی که مثلا مسابقه میذارن پهلوانی و فلان چیزا هم شرکت میکردم، ولی دیگه بین کشتی و فوتبال اومدم تو فوتبال. بعد علی چند تا بچه این؟ ما یکی خودم هم یکی داداشم. دو تا داداشی؟ تو کوچیکی؟ من بزرگی. بزرگی. اون داداشت چی فوتبال بازی میکنه؟ اون داداشم والا نه بازی میکرد یه خورده، الان بازی نمیکنه. حالا ان‌شاءالله که بازی کنه. بعد تو پدر مادر راضی بودن که فوتبال بازی کنی؟ پدر مادرم والا آره راضی بودن، ولی دوره‌ای که مثلا برگردیم به 6 7 سال پیش، خب شرایطی خورده شرایط روستا این چیزو فرق میکرد دیگه، مثلا درس میخوندیم بیشتر رو درس خوندن مثلا تمرکز داشتن. مثلا شاید مثلا 50-50 بود ریسک میکردن که من بیام تو فوتبال به جایی برسم، ولی بازم به اونها در اونها راضی بودن دیگه، حالا با رضایت خانواده و دیگه اومدیم اوکی دارن که بیا فوتبال. آره. خب روستا فکر کنم کمه دو تا بچه توی خانواده، درسته؟ شما چرا کمین؟ یعنی اصولا 8 تا 9 تا به بالا جدید فکر میکردم آره. من خودم عمو 4 تا عمو دارم، 4 تا هم فکر کنم دایی دارم دیگه، همه بالای 4-5 تا. آره همین تعجب میکنم پیش شما. آره دو تا دیگه حالا ما آره همون دوتا دیگه دوتا این دیگه. بعد کمک هم میکردی به بابات اینا یا نه دیگه کلن الان چون 22 ساله تر از چه لحاظ کارهای مثلا چون هم زمین برنجینا داشتین دیگه؟ نه ما پدر بزرگام چرا داشتم، نه این کارها خودمون... مثلا کمک میکردین کلن کارا؟ آره مثلا میرفتم بچه که بودم پدر بزرگی هم مثلا قلم آب میداد، میرفتم زیر قلم ها رو آب میدادم، همین درخت قلم ها میگیم قلم آب میدادم، میرفتم این طرف کلا کار کردی یا نه؟ کلا کار نکرده ای؟ کردم کار اومدی؟ کار کردم ولی نه مثل من عباس داده برم چیز من دیدی که عکس میذارم اصلا؟ چیه داستانش عکس؟ با همه شمالی هم اینجوری هم، خب ما خودمون نداریم از این زمین ها که مثلا من خودم برم توش از این کار رو بکنم، ولی اگه داشتیم حتما میکردم. داشتم نمیرفت اینجوری که من میرفت. میبینم در تو یعنی کلن بچه که درس خوندی و بعد فوتبال خیلی مثلا کار نکردی؟ از وقتی هم که فوتبال اومد دیگه مدرسه جیم میزدیم زنگ دوم سوم بوده. درسون نبودی؟ درسون چرا، تا قبل اینکه فوتبالیست شم برم تو فوتبال درسم خوب بود. یعنی تا چندم؟ تا فکر کنم اول دبیرستان. چند بود معدل اول دبیرستانه؟ معدل اولم 15-16 بود. 15-16 علی خوب نی بابا. ولی تا قبل اول دبیرستان 18 اینا بود. دبیرستان مهمه که معلوم میشه کی درس ادامه دادی یا نه اصلا کلا درسو. چرا الان دارم میخونم دانشجو ام. من الان کتابداری. جدی؟ چرا با خنده میگه چه شکل کتاب داری؟ از رشته های انسانیه دیگه؟ نه حالا خودم دوست داشتم، خودم دوست داشتم به خاطر اون داستان هایی که تو برره مثلا اینجوری. آقا این رشته کتاب داری چیه خوده؟ من یه عمر برام سواله. خب واسه اینکه مثلا معدلم پایین بود دیگه چی کار میکنه؟ تو آدم مده کتاب داری بگیرتن هم چی میشی؟ کتاب مثلا داری؟ خودم نکردم راجب نه واقعا خودی من یه عمره برام سوال ها مثلا کتاب دار چی میشی؟ کتاب دارم مثلا والا نمیدونم. ولی میری سر کلاس ها دستن یا نه؟ سر کلاس ها نه واقعیتش نمیدونم، ولی سر امتحانه چرا اونا رو هم ندارم. یعنی از اسمت علی پورت داری سو استفاده میکنی؟ نه حالا میگم
دانشگاه ثبت نام کردم، بعضی وقتا میرم ولی حالا موقع امتحانو میام نمونه سوال چیز میگیرم میخونم. بعد استقلالی هم داریم تو استادا؟ اونجا والا آره استقلالی زیاده. اونم باید را میاد. اونجا سه چهار تا استقلالی هم. اصلیاش استقلالی هم. تا حالا چیزی نگفتم مثلا نه تو اون که استقلالی بگه نه تو باید بیایی. مجبورم اونجا که کوری میخوانم دیگه نباید حرف بزنم. آره استاد یه آدمیه که نباید خیلی باش کل کل کل. بکنم اولین فوتبالیستی هستی ولی کتاب داری دارم. من هر چی دارم من والا خودم تربیت بدنی خیلی دوست داشتم بخونم ولی دیگه شرایط یه جوری شد که قبل کتاب داری تبلیغات میگوشم. من واقعا فکر میکنم خندم میگیرم. علی بودم مثلا فوق دیپلم دیگه. آره قبل ادامه میده دکتراش دکترا داره. قبل کتاب داری تبلیغات بودم قبول نشدم مجبور شدم انصرا قبول نشدی تبلیغات رشته تبلیغات بودم قبل کتاب داری خودت انتخاب چجوریه تیکش خودت میزنی برو بعدش شدم دیگه تبلیغات نشد یه قانونی هم که داره تو دانشگاه میتونی یه بار انصراف بدی که مثلا دوباره مثلا معافیت تحصیلی بگیری که من چند روز پیش این کارو کردم رفتم کتاب داری این دانشجو شدن برای فوتبال بازی کردن نیست؟ چرا هست ولی خوندنش هم خیلی کاری داره برای دیگه برای بازی کردن بیشتر چون فوتبالو که نه والا دوست دارم تا اونجایی که میشه استفاده کنم از نه ولی نیما نکته خوبی گفت الان تو بیشتر خودت دانشجو میکنی چون قطعا مثلا نمیتونی علاقه داشتم به کتاب داری درست فقط میخوای یه جوری معافیت تحصیلی داشته باشی که بتونی لااقل تو پرسپولیس بازی کنی اینم هست ولی ساعت سوادم اگه مثلا پایین باشه فایده نداره یه خورده باید مطالعه کنم که ساعت سوادم هم تا اونجایی که مثلا چیزه اوکی باشه آفرین بعد از ازدواجت دانشجو شدی من آره بعد از یعنی اصرار خانواده همسرتون نبود که دانشجو بعد مثلا درس بخونید نه دخترها بیشتر درس مثلا باید حتما درس بخونی مثلا مدرک دو نه خانومت هم تحصیل دانشجویی داره دیگه خانومم آره خانومم دانشجو ادامه میده آره دانشجو خانومت چی میخونه نمیدونی چی میخونی خدایی نمیدونی زیسته هم رشته من آره تا حالا شده بری سوء استفاده کنی از اسم تو دانشگاه خانومه نه اصلا فقط موقعی شده که رسوندمش تا دم در دانشگاه از این چیزا کاری گیر کنه شما برید نکردی ساعت سواد انقدر زرنگ انقدر باهوشه که به اونجا نمیرسه تو نمی‌کنی اون وقت این کارو نه اصلا تو اصلا از اسمت سوء استفاده کردی اجا واقعیتش رو بخوای اصلا دوست ندارم از اسم مثلا سوء استفاده شه یه خودم بخوام به اون مثلا با اسم من برم که یه کاری بکنم اصلا دوست ندارم واقعیتش بعد علی اصلا کلا چی شد تو فوتبالیست شدی والا میگم ما تو روستامون 4-5 از خونه ها مثلا همسن بچه های همسن با هم بودیم خیلی علاقه به فوتبال داشتیم در این حد که مثلا از این روستا پا میشدیم میرفتیم تو اون روستا 20,000 تومن اون موقع 6 سال 7 سال پیش 20,000 تومن خیلی بود 20,000 تومن میذاشتیم میرفتیم مثلا شرط میبستیم که مثلا هر کی برد دو تا نیمه نیم ساعته کلکل بود یعنی بین آره. روستاها چند سالت بود علاقه من شدی به کلا توپ فوتبال از 14 سالگی اینا بود 14-15 بود تو چیز بازی میکردم تو روستا بزرگای تیم روستامون بازی میکردم بعد پولا رو میگرفتین یا پس میدادین آخرش یه بار رفتیم باختیم 10 تا یه 7-8 تایی خوردیم گفتیم آقا انصراف بدیم بیایم بیرون بازی نیمه تمام بمونه بهتر سید میشه حداقل آبرومون نمیره روستا رئال بود 10 تا زاک یا بعد اومدیم تموم شد گفتیم حالا یه بازی بندازیم تو روستا خودمون انداختیم تو روستا خودمون نه اومدن رفتیم بازی پولا رو ازشون گرفتیم بعد همینجوری بین روستایی بازی میکردی تا کجا فهمیدی که خیلی استعداد فوتبال داری کی فهمید والا بازی میکردیم خودم خیلی علاقه داشتم اونجا یه کسی بود فامیل دورمون هم میشه حالا همیشه مثلا اسمش هست بعد تیم داشت اونجا بعد منم علاقه به فوتبال داشتم تو کفاشی رفته بودم کفشمو چیز کنم تو کفاشی باش آشنا شده بودم گفتم که شما تیم دارید اینو گفت آره بعد گفتم میشه بیام تو تیمتون بعد گفتش که نه نمیشه سنت خیلی کمه میزنن لید میکنم فلان چیز بعد آقا ما یه روز رفتیم همینجوری بازور رفتیم تمرین داشتیم میکنیم آقا ما رو بازی بده دیگه فلان 10 دقیقه 20 دقیقه بازی داد از این داربستام کنار زمین بود دقیقاً داربست اینجا بود خط اینجا بود
بعد آقا توپه افتاد کنار خط داربسته بیرون نزدیک بره تو اوت بره. بعد آقا کورس انداختیم با یکی تکل زد، همه گفتن الان میره تو داربست با سرش میشکنه خدای نکرده. یه تو بعد دید یه چیپ انداختم از بالا تکل یارو رد شد و همون روز گفتش که بیا با قرارداد بزن. رفتیم قرارداد تو رو چای بس. چه تیمی؟ اسم تیممون قراخیل همون اسم روستان بود. خب شهدای قراخیل. همون حرکت باعث شد یهو به چش بیاد. آره همون حرکت باعث شد خوشش اومد. این کاری که الان هم میکنی دیگه که یهو دور میزنی آره. میندازی خب بهارت. بعد دیگه همون شد که خدا رو شکر خوشش اومد و با همون قرارداد بست و همه چیزمون رو از همون بچگی با رضایت خانواده‌ام برعهده گرفت و دیگه تا الان با همین یعنی دیگه. یعنی چجوری حساب میشد؟ مثلا بازی ها چجوری بود؟ بازی استانی حساب میشد؟ استانی بود آره. استانی بود میرفتیم بازی میکردیم. اون موقع من مثلا 15 سالم بود میرفتم تو 25 سال و 26 سال بازی میکردم. این قرارداد ترکمانچای چی بود؟ چجوری بود واسه بود؟ دیگه حالا روستا بود دیگه. مثلا یهو مثلا یهو که یکی میومد قرارداد میاد 4 5 ساله میبستن. چی گرفتی در قبال اون قرارداد که این هم بلند مدت؟ چیزی نمیگرفتیم. نه همه واسه فکر کنم منظورش اینه که مثلا شیر و عسل اینا بهش دادن به جای پول قرارداد. نه همه واسه عشقشون میومدن فوتبال بازی میکردن. اون خبری نبود اصلا. نه همه به خاطر عشق به فوتبال میومدن بازی میکردن. بعدش از همونجا شد که همه چیزام براده گرفت دیگه. همه چیزام براده گرفت به رضایت خانواده‌ام. بعد دیگه آقای نورزاده خودش دوست نداره همیشه بگم باشه نگی بهتره تو روستا نمی آره همیشه همیشه تشکر کردم. بعدش هم دوست نداره چون تو روستا یه جوری حالا مثلا تیکه میندازن فلان این چیزا. هنوزم یعنی کارا تنها ایشون انجام میده؟ آره هنوزم با هم کارهای بیرون فوتبالمو مثلا این چیزا رو. چه کاری مثلا کار بیرون فوتبال میکنی؟ کار بیرونی مثلا مالیاتی یا مثلا دانشگاهی یا مثلا از اینجور چیزا رو انجام میده. بعد علی همون موقع هم فوروارد بازی کردی؟ همون موقع هم فوروارد بازی میکردم. هافک چپ و راست هم بازی میکردم. تجربه بود بازی بین روستایی مثلا چند تا بازی بود؟ چند تا گل زدی؟ چجوری بود؟ من والا با اون سن کمی که داشتم هر بازی دو سه تا میزنم دیگه. نهایت یکی میزنم آره. بعد همینو رفتی جلو تا همینو رفتم جلو با کمکش آره آقای نورزاده رفتیم نرسجی صحبت کرد آره. برات قبلش رفته بودم نوجوانان امیرکلا جوانان امیرکلا برده بود منو اونجا. بعد از اونجا دعوت شدم تیم ملی با اکبر محمدی آقای اکبر محمدی آقای خطیب. بعد از تیم ملی که تیم ملی دعوت شدم زمانی که آقای یحیی و منافی و سعید آذری و اینا نساجی بودن آره نیم فصل رفته بودم نساجی اونجا بیشتر اوقات تیم ملی بودم اردوی تیم ملی بودم. بعد یه بازی تو نساجی بازی کردم آقای یحیی آخرین بازی که بودم بازیم داد. بعد اون دیگه رفتم همون روستای خودتون بودی و میرفتی نساجی تمرین؟ آره دیگه زیاد فاصله نبود. فاصله نیست؟ نه نیم ساعت. کلا رویای خودت هم نساجی بود که یه روزی ببین باور نمیشه من خودم حالا شاید اون موقع به هر کی میگفتم خندش میگرفت شاید الانم مثلا خندتون بگیره. من اون موقع توی یه کاغذ نوشته بودم هدف میان مدت کوتاه مدت بلند مدت نوشته بودم. کوتاه چی بود؟ کوتاه نساجی بود بلندم پرسپولیس بود. میان نه میانم پرسپولیس بود بلندم رئال. بعد چرا میخندی؟ بعد دیگه حالا بوده که تو اون سری آره جالب بوده. آره ولی حالا باید بهش برسم دیگه تا حالا که خدا رو شد. تیم ملی نوجوانات بگو با سردار و اینا. تیم ملی نوجوانان بود آره با سردار بودم. بعدش تو جوانان هم سردار بود هم علیزاده جوان بخش بود با هم بودیم. محمد دانشگر بود بعد عبدالله زاده بود. چه خاطری داری از اون اردوها با سردار؟ اون موقع هم شیطون بود؟ آره خیلی. چه خاطری ازش داری از سردار؟ خاطری که تو ذهنت خاطره رو نمیشه گفت. چرا؟ جایش که ناجور باشه. تو دلت تا دلت بخواست این برنامه صده بوغه. اینگه ما رانندگیه این برنامه. واقعیتش زیاد یادم نمیاد ولی خیلی با هم خوب بودیم شوخی میکردیم. جوش خیلی خوب بود. اون موقع آقا داوود فنایی هم بود مربی گلران بود. بعد خیلی خوب بود جوش دیگه. چی شد اصلا علی تیم ملی؟ یعنی چجوری بهت خبر دادن تیم ملی دعوت شدی؟ والا یه بنده خدایی بود گفتش که تو امیرکلا بودم گفتش که بازی علیپور خوبه میشه مثلا تست بگینه ازش. اینا گفتش که نه اصلا نمیشه. بعد حالا صحبت کردن اینا گفتش که حداقل بیاد یه تمرین ازش ببینین. بعد
آقا محمدی گفت باشه قول نار یا شام هم بهش نمیدم، فقط بیاد ببینمش، که خدا رو شکر رفتم تو تمرین بعد همون تمرین اول خدا رو شکر دیگه موندگار شد. یعنی همون تمرین انقدر خوب بودی که گفتم بیا؟ آره گفتم بمون. تو چند تا یعنی چند نفر؟ خیلی بودن اون موقع، یعنی بازیکن اصلیشون هم بودن، بازیکن اصلیشون هم بودن، بعد بازیکن تستی هم بودیم، خدا رو شکر خوب کار کردم تونستم بمون. حالا شد بود اون موقع تیم ملی. آره خیلی حالا شد بتونم تیم ملی بزرگا. بعد چرا به تیم ملی امید اون موقع دعوت نشد؟ این قضیه امید والا نمیدونم شناسنامه یا اینا نه نمیدونی چرا دعوت نشد؟ نه تو میدونی بعد نه من خودت که میدونی اگه بپرسم بگه علی. آخه ببین بحث سنت بود شناسنامه تو اینا اون موقع مطرح شده بود؟ بحث شناسنامه اینا نه. آخه من میش آقا نوجوانان بودی جوانان بودی یهو امید که اون موقعی که پرسپولیس هم بازی می‌کردی بعد دعوتت نکنن تیم ملی؟ آخه الان مثل اینکه مثلا من نوجوانان باشم جوانان باشم امید باشم بزرگا مثلا تا آخر فوتبال هم نباشم میگم بزرگا نه فرق میکنه. نه آخه این پایه‌ها تیمای پایه‌ای باشد مثلا بازیکن بهتر از من بوده باشه تو آره واقعا 74 یالا من 74 ام من نمیدونم من تو بچه‌ها میگن 69 می‌خوری 74 شبونه محفظ جان خب خیلی. بعد نساجی که تموم شد رفتی سنگاهن بافخان؟ آره من نساجی که تموم شد بعد نساجی دو جا رفتم، بعدش رفته بودم نفت منصورخان ابراهیم زاده تست داده بودم که منصورخان انتخابم کرد، بعد رفتیم که قرارداد ببندیم، مسئولین نفتی خورده امروز فردا میکردن و زیاد تمایل نشون نداده بودن، ولی منصورخان خیلی پافشاری کرده بود واسم، بعدش که نشد دیگه با نفت قرارداد بندم، رفتم سنگان باف. سنگان باف قرارداد بستم، آقا فیروز کریمی بود، آقا رضا شارودی بود، بعد آقا فیروز کریمی، رضا شارودی، حمید خان سیلی نه نه افشن. آره درسته، افشین خان پیروانی، ناصر خان ابراهیمی اونجا بودن، افتخارین شاگردیشون رو داشتم. چه سالی بود؟ قبل سنگان آره استیلازیم بودم دقیقا. آره خوب شد رسوم چون بهم گفتی از نساجی رفتی آره بعدش از استیلازیم قرضی رفتی بعدش نه نه قطعی رفتی رفته بودی؟ آره قطعی رفتم، ولی قبل اینکه برم استیلازیم همین آقا نورزاد با روستاش قرارداد بست با من که من قرضی بده به استیلازیم که مثلا بتونم بعدش مثلا بیام آزاد شم بعدی. من علی از مازندران به گز رفتن چه تفاوتایی داشت؟ خیلی تفاوت داشت. ببین اونجا کوچیکم بودی سخت یه سال از یزد فاصله داشت. آره خیلی بود. من نه من اون موقع 17 سالم بود. وقتی خوابگاه و اینا یعنی آره اونجا یه مجموعه ای بود همه بچه اونجا بودیم. اونجا بودیم بعد یه جای خوبی بود دیگه سومون و نارشام. کلا بچه محکمی بودی یا کم آورده بودی؟ من والا نه من چون از سن 15-16 سالگی تو تیم ملی نوجوان و جوانان بودم دیگه عادت کرده بودم. آره بعد یه بارم موهات رنگ کرده بود اونجا اونجا. آره خوب یا میدونی این چیزا رو موهات رنگ کردی رفتی سر تمرین گفتن آقا همون رو که اومدی برگرد برو موهات رو بکن. آره من افشین خان پیروانی خیلی چیز بود، استراحت داده بود بین لیگ بود بین بازی نمیدونم کدوم بازی بود استراحت داده بود، رفتیم آقا رفتیم موهامون شرابی کردیم رفتیم همینجوری جوون بودیم دیگه نمیده حالی من نمیده رفتیم آقا مشکل مو شرابی رفتیم شرابی کردیم آقا دو سه روز بعد اومدیم سر تمرین افشین خان دید این چه کاری کردی، قبلش بازیم میداد خیلی دوستم داشت بازیم میداد بعد همیشه نصیحت هم میکرد بعد برگشتیم یهو اصلا تعجب کرده بود این چه رنگی چرا رنگ کردی؟ گفتم افشین خان رنگ نکردم تو چیز رسم تو روستامون حنا میذاریم همیشه بعد آقا دو سه هفته بازیم نداد دیگه دو سه هفته بازیمون نداد رسمو ترک کنی بعد اونجا کندی و رفتی راهن دیگه از سنگان. آره بعد استیلازیم که اومدم سنگان از سنگان چی شد اصلا راهن؟ راهن چون منصور خان سرمربی بود چون همون چیزی که آره داستان نفت که بود شناختی که تو تست نفت ازم داشت دیگه بعد سنگان گفت بیا قرارداد لطفی که به ما داشت گفت بیا قرارداد به من بعد اومدی تهران بعد اومدم تهران چه تفاوتی با شهرستان داشت؟ تهران والا خیلی سخت بود من سنی نداشتم که 17 سالم بشه سنی نداشتم اومدم بعد
اصلا ترسیده بودم. بعد اون موقع مثلا پدرم مادرم مثلا اون موقع پدرم نیسان داشت، مثلا میومد چادر میزد رو نیسان، میومدیم تو نیسان پشت نیسان مثلا چیز پهن میکردیم اونجا مثلا میخوابیدیم. جا نداشتیم که نه جا نداشتیم تو راه هم اومده بودم اون سختی هایی که مثلا کشیده بودم پدرم مادرم میومدم با هم. بعد تا اینکه پافشاری همین پدرم مادرم اینا صحبت میکردم باباشو راهن که مثلا خونه اوکی کنه، که یه خونه اوکی کرده بودن تو همون چیز تو ستاری سن. تو اکباتان نزدیک. آره شنتی هم اومد دیگه اقل باباش شنتی هم اومد خواب بود تازه بیدار شد. شنتی 11 ماش تمام شد 12 ماش. شنتی هم یعنی چی هست علی؟ لقب حضرت علی فاتح پیروزی. کجایی اسم؟ اسم اصیل دیگه ایرانی؟ به تو بیشتر شبیه مامانش؟ نمیدونه والا همه میگن مامانش نمیشه شبیه باشه. همه میگن شبیه توه؟ بعضی میگن شبیه منه، بعضی میگن شبیه مامانش. خانواده شما میگن شبیه تو، خانواده خانمت میگن شبیه مامانش. نه بعضی ها که مثلا از بیرون هم چیز میکنم، بعضی وقتا کوچیک بود مثلا میگفتن شبیه مثلا مادرم. خوشخندم هست. آره. خوش اخلاق کلا. خوش اخلاق ولی بیاد وای به روزی که عصبانی لچ کنه دیگه از بغلم پایین نمیاد. هر جا میرم با میاد در خونه رو میبندم گریه میکنه. اون بازی گفت خوشحالم که گل زدم چون استقلالیم. نه من نگفتم مثلا. شما اول یه سوال دیگه پرسیدی. نه میگم نه حالا سوال تغییر داره. اشکالی نداره که به حال فوتبال حرفه‌ایه. حالا خارج از تمام شوخی فوتبال حرفه‌ای هر کی تو بچگیش میتونه طرفدار یه تیم باشه، ولی مهم اینه که الان تو تیمی که هست داره واقعا از جون مایه میذاره. یعنی واقعا خیلی از بازیکن‌ها دیگه هم هستن تو پرسپولیس قبلا استقلالی بودن یا استقلالی که قبلا پرسپولیسی بودن. ولی مصاحبت کی یادته که مصاحبه ما رو یادم، ولی میگم شما گفته ای که جلو قهرمانی پرسپولیس گرفتی. من گل اول رو زدم. آره بعد 2-1 پرسپولیس جلو افتاد که علی عظیمی گل زد. آره ولی گفتی یادت میاد همیشه. ولی گفتی که خوشحال شدم که آره میگم ما سنمون اون موقع کم بود، نمیدونستیم فوتبال چیه چطوریه. فوتبال حرفه‌ای به حال آبی قرمز نداره بازیکن. واقعا جدی دارم میگم، از ته قلبم میگم واقعا خیلی پرسپولیسی من الان باید هم باشی. پرسپولیسی حالا جدا از این معلومه آخرلید نیازی جدا از این که مثلا الان تو تیم پرسپولیس بازی میکنم، اگه هم یه روز مثلا از این تیم جدا شم به هر حال در هر صورتی، ولی دوست دارم مثلا تا جایی که میتونم واسه پرسپولیس بازی کنم. اگه هم یه روزی مثلا به هر دلیل مثلا باشگاه منو نخواد جدا شم چیز شه، بازم پرسپولیسی هم خیلی من واقعا پرسپولیس خیلی دوست دارم. همین علی پوری که گفت من استقلالی هم، بعد اومد تو دربی اون موقع استقلال گل زد، شد جوان ترین گل زن تاریخ دربی دیگه. کلا از اون موقع دیگه کاملا پرسپولیسی شد دیگه. از حال و هوای اون گله بگو. یهو یکیش میبرین با گل علی پور. آره حالی خدا بیامرز سان کرد. خودم حس خیلی خوبی داشتم، میدویدم سمت تماشاگرها ولی پیچی رو درک نمیکردم. اهمیت اون گل رو اون موقع نمی‌فهمیدم. متوجه آره دقیقاً اهمیت گل رو نمی‌فهمیدم. ولی خیلی بهم زنگ زد. یعنی برام مثل گلای عادیه بقیه بازی‌ها. نه گلای عادی نبود. مثلا می‌دونستم چه گلی زدم، مثلا چه گل حساسی اونم تو دربی، ولی نمی‌دونستم چجوری واسه خوشحالی من ابراز کنم که مثلا بهم بچسبه. خیلی چون... هم قشنگ زدی هدر. یعنی قشنگ توپ نشست تو سر. عادی خدا رحمتش کنه. خدا بیامرزتش. سان کرد. بگو ببخش. بعدش ما من و مایکل بودیم. بهنام همه جا هست، تو خونه هست، تو منتومنو هست. بعد من و بهنام منتومن بودیم. دیگه رفتم بعدش مایکل اومد که هد بزنه، بعد من یهو منو دید که چی شد، دیگه بیخیال توپ شد. گذاشت من بزنم و دیگه خداشو گل شد. علی حالا یه خورده از هادی نوروزی هم بگیم. چی شد اصلا؟ یه جوری خبرش چجوری به شما رسید؟ هادی والا من خونه خواب بودم. یهو زنگ زدن بهم گفتن که خواب بودم واقعا، گوشیم رو زنگ بود. یکی از بچه محله‌مون زنگ زد که گفت یهو گفت هادی فوت کرد. بعد من دست باچه شدم اصلا، یهو بغضم گرفت. واقعا دارم میگم اصلا نمیدونستم چی کار باید بکنم. الان این حرف راست آماده شم، کجا برم، چی کار کنم؟ اصلا منگ بودم. یه ساعت دیگه، ساعت و نیم، یه ساعت و نیم من
طول کشید تو مثلا به این زنگ بزنم به اون زنگ بزنم خبر بگیرم الان کجا باید برم چه جوری آمادشم. تا بعد با محمد عباس داده همه این کرده بودیم با هم رفته بودیم بیمارستان آتیه فکر کنم. بعدش که اون خبر تلخ رسید هادی فوت کرد. میگم هادی خیلی شوکاور خداییش اون موقعی که سال اولی که من اومدم پرسپولیس خیلی خوب بود هادی خدا بیامرز عالی همه نظر ما جوان ها حمایت میکرد نصیحتمون میکرد محسن بینگر بعدش رضا نور بعدش بزرگای دیگه که یادم نمیاد یا حتی امسال مثلا حسین ماینی سید جلال خیلی نصیحتمون میکنن دوست دارن که مثلا پیشرفت کنن. واقعا هنوزم جاش خالیه یعنی آره شخصیتش هم انقدر دوست داشتنی بود که آره خیلی واقعا خودم به شخص بچه محل بودیم دیگه همزبون بودیم همش ما مازندرانی همش با هم تو تیم مازندرانی صحبت میکنیم دیگه یه اوها خدا بیامرزتش. بعد راجع به اون روزای اولی که اومدی پرسپولیس همون اوائل با مرز خانزادی درگیری داشتی؟ من والا آره زمان آقای درخشان بود اومده بودم بعد تو حفظ توپا بود من کلن یه جوری هم که چه تو تمرین چه تو بازی مثلا نحوه تمرینیم هر جوری هست مثلا تو بازی من همون طوره بعد مثلا نمیام اونجا مثلا شل بیام اونجا صفر بیام بعد رفتیم با هم مثلا درگیر شدیم بعد یهو نمیدونم برخوردی داشتیم پا به پا اینا یهو بعدش گفت او چته فلان از این حرفا بعد منم تازه اومده بودم که نمیستم چیه به این صورت که نه منم... او چته که قطعا منشوری تر دیگه منم چیزی نگفتم مثلا حرفی نزدم که بعدش خدا شد به خیلی گذشت محمد خانزاد بازیکن خیلی خوب با کیفیت خودش یعنی واقعا بعدش تو واقعا هیچی نگفتیم نه نه من اصلا هیچی نگفتم نمیتونستم چون تازه رفته بودی تازه دیگه تازه رفتم و سنم هم از همه کمتر هنوزم که هنوز سنم از همه کمتر نبایدم چیزی بگم ولی سر داستان رامین تقریبا دیگه یه ذره سنت بیشتر شده بود و... اصلا سنم بیشتر شده بود که هنوز که هنوز سنم از همه کمتر باید احترام چه بزرگتر از خودم و صد درصد چه احترام کوچکتر از خودم رو نگه دارم آقا دست شما درد نکنم دهنم خوش شد علی دیگه گفتم یه گلوی تازه کنی و ادامهش رو بریم این دوستان هم این وقت دارن آقا خونه سازی میکنن هم دارن چیکار میکنن ویلا میتونن خونه میتونن هرچکت ببخشید یه گوشتون یه مقدار درد میگیره اشکال نداره ولی علی جان راجع به درگیر با مرز خانزاده گفتی گفتی جوابش هم ندادم بعد یکی دو سال بعدش با رامین اون اتفاقات تو دبی افتاد اون موقع ولی خوب از خجالت هم در اومدین نه من خودم دوست نداشتم اونجوری شه من با رامین خیلی رفیقم بچه محلیم حالا همزبونیم بعدش حالا میگم اشتباه من بود من خودم ازش معذرت خواهی کردم حتی بعد تموم شدن این داستان حتی خودم همین بازی بود به محمد انصاری گفتم بازی با ازبکستان بود فکر کنم تیم ملی داشت به رامین شمارشو گرفتم تلگرام پی ام دادم بهش ایمو بهش زنگ زدم حتی بعد رامین جواب نداد بعدش ازش معذرت خواهی کردم گفتم که در حال هرچی باشه ما بچه همزبونیم بچه محلیم یعنی بعد اگر... از اخراجش از پرسپولیس تا بازی به ازبکستان تو کلن صحبت با هم داشتیم تو باشگاه پرسپولیس زنگ زده بودن نه زنگ زده بودن تو کمیته چیزی که بودیم زنگ زدم اونجا معذرت خواهی ازش کردم بعد رامین گفتش که نه مشکل خاصی نیست من تو که با هم مشکلی نداریم مشکل علی اصلا درگیری سر چی بود تعریف کن والا درگیری یه چیز بی خودی بود خودم مقصرم خودم والا نباید همچین حرفی میزدم تو دست محسن ربیخا بود حالا رامینم میگم رامینم یه خورده طرز بازیش هم این خودم دیگه جنگنده فیزیکیه بعد پیرن و کاور محسن رو کشید بعد منم برگشتم به رامین چیزی نگفتم ولی نباید این حرفم به محسن میزدم گفتم که محسن تو هم اینجوری بازی کن مثلا رامین میزنه تو هم بزن بعد هیچه همون باز شد که رامین بهش برخورد گفتش که چی میگی فلان از این حرف حالا همون حرفایی که زد گوخ بعد مازندرانی به هم کلمات قشنگ میگین یا رامین کلا فارسی صحبت میکنه اصلا دیگه به نهایت با کسی که مازندرانی صحبت میکرد من بودم
میزدن تو لحظه مازندرانی. نه اون لحظه اونم... قشنگ یخ خجالت هم در اومدین و میخوام نه مازندرانی به هم قشنگ میگفتین یا تهرانی میگفتین که بقیه هم بفهمن؟ نه یادم نمیاد، فکر کنم فارسی بود، تهرانی بود صحبت میکردی. بعدش بعد تو را آقای برانکو بخشید ولی رامی رو نبخشید دیگه. حالا بعدش که میگم اونجا حالا دوست ندارم دوباره در مورد صحبت کنم. رامین دوید سمتم و این چیزا و که مثلا درگیر شد جلوشو گرفتم اینو، من بعد همین حرفی که مثلا به محسن زدم که نباید میزدم از رامینم معذرت خواهی کردم، بازم میکنم، الانم میکنم، نباید چیز میکردم. بعد این حرفم دیگه هیچی نگفتم ولی رامین ادامه داد، ولی حالا رامین یه خورده ادامه داد مثلا دوید سمتم و اینا. بعد جلوش آقا کریم و اینا محمود اینو گرفتن، بعد رفتیم هتل و گفتم برین برگردید ایران. بعد من رفتم گفتم آقا ببخشید فلان از این حرفا، من نمیخواستم اینجوری شد، بعد دوست ندارم شرایط اینجوری باشه. بعد از این حرفا بعد دیگه گفتن که برین، اومدیم بعد بازی صحبت. بعد دیگه منم رو حرفشون حرف نزدم و دیگه همون موقعی که پرواز گرفتم برگشت. بعد رامی موند اونجا که یه لحظه مکس بده، این لحظه بعد هم واسه من هم واسه رامین یه ساعت پرواز گرفته بودن که با هم برگردیم. بعد من برگشتم، بعد رامین خواست بمونه و مثلا با میل اونا مثلا رفتار نکرد که برگرده ایران. بعدش هم موند که بره سر بازی، بعد مثل اینکه بهش خبر رسوندن که نره سر بازی، یعنی نیاد را نمیدان از این حرفا، که دیگه من برگشتم بعد بازی، خدا شکر بازی رو بردن بچه ها برگشتن اینا. من خواهم بهم زنگ زد که گفتش که فردا بیا سر تمرین. حالا اینجوری شد داستان. بعد راهن و من قرارداد پرسپولیس چه جوری بود؟ کی بهت پیشنهاد داد؟ چه جوری بود؟ تعریف کن. ما راهن بودیم، بعد یه سال منصور خان بود، سال بعدش حمید خان استیلی بود که نیم فصل بنا به دلایلی حمید خان رفت. بعد اون موقع سرمربی پرسپولیس حمید خان درخشان بود. بعد آقا محسن بنگل به هم زنگ زده بود تو هتل، با هم صحبت کرده بود تو هتل، با هم صحبت کرده بود هتل المپیک، ما هم تو هتل بودیم. فکر کنم فرداش باشون بازی داشتیم، نمیدونم، یا با یه تیم دیگه بازی داشتیم، که بهم گفتش که اینجوریه مثلا میخواند فلان از این حرفا. بعد گفتم آره چرا که من نخوام بیام فلان، و برو فکراتو بکن اینو بهم خبر بده که من بگم بهشون که چجوریه داست. بعدش بعد منم زنگ زدم به آموسن، بعدش هم دیگه شرایطش جور شد که تونستیم حالا با اون سال که بزرگای تیم که بودم با کمک آموسن بنگر و هادی خدا بیاموز و بچه های دیگه تونستیم که بیام تو پرسپولیس. علی ولی یادم اون سال اول خیلی همه هوادارا مشتاق نبودن از اینکه پرسپولیس، آره همه گفتن این مثلا بازیکن خوبی نیست، اسم و رسم نداره، برای چی گرفتی؟ خب والله هوادارا حق دارن، میتونن گل هم نمیزد تا بگم مثلا بازی با راهن فقط تو گل زدی، اگه اشتباه نکنم سال اول، سال اول این فصلی که اومدی فقط نفس از سلیمان گل زدی، تا فصل بعد که پدیده گل زدی. نه دیگه استقلال هم بود، نه به جز استقلال نفت من دو تا زدی. آره بعد من بازی با راهن هم اولین بازیم بود تو آزادی که یکی دو تا موقعیت خراب کرده بودم. آره خب نمیشناسن دیگه هوادار پرسپولیس، هم انتظارشون از بازیکن‌ها زیاد، دوستان تیمشون همیشه تو بهترین شرایط باشه. خب حق هم داشتن. حالا وظیفه من بود که خودم رو مثلا جا کنم تو این تیم. خب واقعا شرایط بازی کردن تو استقلال و پرسپولیس یا مثلا سپاهان تراکتور خیلی سخته، ولی تو پرسپولیس به نظر خودم خیلی سخت‌تره. منم حالا کم کم خودم رو به شرایط وفق دادم. حالا هنوزم از خودم انتظارم خیلی خیلی بیشتر از این میره، ایشالله که بتونم با تلاش و پشتکار و تمرین و این چیزا بتونم که حتی بهتر بتونم کار کنم. و راهن که بودیش که نمیشناختت؟ نه راهن که بودم نه دیگه، اولین بار یعنی پرسپولیس بودی خیابون شناختنه؟ آره دیگه، یاد اولین بارشو که شناختنت کلن تو خیابون؟ نه من بعد راهن حتی مثلا بعد تمرین، مثلا تمرینمون 5-6 تموم میشد میومدم مثلا خونه یه چیزی میخوردم، حتی با پرشیا که داشتم میرفتم مسافر کشی. واقعیتش تو راهن بودی؟ آره میرفتم مسافر کشی میکردم تا 10-11 شب، بعضی وقتا خانومم مثلا همراه میومد
تو مسافرکشی مثلا جلو میشست که مثلا خونه تنها نباشه میومد با هم مثلا با هم میرفتم میرفتم خط کردی سایو خط نازی آباد نواب کار میکردم نازی آباد نواب. حالا نیما یه سوال خوب کرد، گفتش که حالا اون اول محبوب نبودی، به نظر خودت الان محبوب هستی؟ حالا خیلی هم میجنگی، خیلی تلاش میکنی، ولی من حس میکنم نظر شخصیمه حق مطلب رو روسکوها در حقت ادا نمیکنم. ببین این چیز مثلا واسه هر بازیکن شاید خیلی مهم باشه، ولی من خودم به شخصه اگه مثلا قرار بود مثلا با انتقادا مثلا خراب شم فوتبالم تموم شه، یا با تشویقا مثلا مغرور شم و فوتبالم تموم شد دیگه مثلا استوب کنم، ادامه نمیدادم تو پرسپولیس از همون اول. حقیقت بیشتر از اینات که رو سکو الان محبوب باشی، نمیگم محبوب زیاد توجه نمیکنم، میتونی بیشتر از اینا محبوب باشی. واقعیتش که داری میکنی، واقعیتش مثلا بد کار میکنم، انتقاد میکنم از من، مثلا دوست دارم خوبش کنم، ولی به این چیزی که شما میگی زیاد مثلا توجه نمیکنم. آره، ولی بیشتر اون هدفی که تو ذهن خودم و اینا خیلی مثلا روش تمرکز میکنم تا به اون هدف و خواسته خودم برسم. علی شنتیا خسته شده، بریم یه جا دیگه. بری بغل مامانش. بریم الان شیطونیش گور کرده. بریم موافق شما بریم. برو بگیرشیم و ببرشیم. من میترسم والا، مثلا چرا میترسم خدا که بیفت هرکر دست باباش باش. علی اون اوایل، یعنی اوایل که نه، سال اول که گذشت ما 7 به گوشت پرسپولیس شد نمیشه. سال اولی که گذشت نبود، یه سال و نیم، یه نیم فصل، یه فصل کامل، نه یه نیم فصل گذشت، یه فصل کامل دیگه هم بودم سال بعدش بوده. خب چی شد نپوشیدی هفتو دیگه؟ ترسیدی؟ نه شماره سنگینه، شماره آره سنگینه، حتی خواستم از علی آقا اجازه هم بگیرم دیگه. آره اون صحبت هایی که آقا کریم و محمود خان کردن، گفتم به هم نپوشی بهتره، همین که میخوام بایگانی نگه دارم. آه خواهم کلا 7 بایگانی باشه که بس. سال بعدش سروش اومد و به سروش داد. بعد تو اومدی پرسپولیس، ولی کلن وضعیت زندگی درست نشد تو تهران. من یادم گفتی من خونه که فامیلامون دارم تو نازی آباد زندگی، پول نمیدن به من، چه جوری بود؟ اونم خیلی سخت بود زندگی. تو راهنم تو همون خونه بودم، تو پرسپولیسم تو خونه موندم. ولی خب ببین پرسپولیس با راهن خیلی فرق میکنه دیگه. تو بازیکن پرسپولیس بودی، دربی گل زده بودی، ولی بازم خونه این فامیلتون بودی دیگه. خونه فامیلم که حالا موقعی که من خودم مثلا مجرد بودم خیلی میرفتم خونه شون، اونجا زیاد بودم. بعد اینکه متعلق شدم تو اون خونه نازیاباد از راهن تو پرسپولیس بودم، ولی دیگه شرط خیلی سخت شده بود. با باشگاه هم صحبت کردم، بعد خیلی شرط سخت شده بود. بعد باشگاه هم تا یه حدودی از پول بهم داد، بعد منم مجبور شدم دیگه پرشیام بفروشم، دیگه گذاشتم رو پول که باشگاه داده بود و تونستم یه خونه نوسازم. بعد این هدا رو تو چجوری میزنی؟ آقا این تایمینگی که تنظیم میکنی بلنشی کار کردی تخصص اینو چکار میکنی؟ نه کار نکردم. خب به نظر خودم بستگی به سبکی و وزن آدم داره. خیلی خوب آقا تنظیم میکنی میستابونی. تایمینگ خیلی مهمه، یا مثلا چابکی و تایمینگ اینو خیلی مهمه. چابکی دیا؟ ولی شجاع آقا چابکی ها، ولی شجاع خیلی خوب میپره. شجاع که بهش میگم برخره 4 سال. بعد تو هم پسر برانکوی دیگه، بعد فرشاد تو میگم پسر فرشاد هست، شجاع از بهمون نمیرسه. تو مثلا آقا خوبت بازی میده دیگه. خدا رو شد. حالا من همیشه گفتم خدایش کادر فنی خیلی خوب و قوی داریم، انشالله بتونیم همین روند رو به رو شیری که داریم ادامه میدیم بیشتر از این ادامه بدیم و قهرمانی بیشتر. چابک برانکوی اجرایی نه ولی نه، من خودم پارسال بود، پیرار سال بود، وزنه زده بودم، اینجوری اومده بودم سر تمرین. بچه ها میگفتن دوربازو علیپور نگاه، میخواد بره مسابقات چیز قهرمانی مچ‌اندازی. ما تو دیگه رنگ نگه نه؟ باش رگاه دیگه ساده، ولی خدایش مده ما هم همیشه یکیه. بابا قبلا تو دورسفید نبود که هلده؟ ما دورسفید فکر ما آلمانی. آلمانی علی اگه بخوا با یه نفر تو دنیا سلفی بگیری کیه؟ دنیا سلفی بگیرم؟ سلفی نمیگیرم. سوال من از دیگه بعد میافتم.
من خیلی بد حالا شاید میگه با یکی دوست داری تو سلفی بد میوفتی چرا؟ خیلی بد اکسه خود بهتر از اکسه که چی میخواد بچه دقیقا سلفی هیچ کس مجبورم نمی کنه سلفی بگیرم تنها کسی مجبورم می کنه خانم تو اگه بخوای یه نفر تو دنیا انتخاب کنی باش عکس بگیری سلفی. یه نفر تو دنیا حالا سلفی بعد میفتی معمولی میگی حالا میدی دست یکی دیگه میگی شما بگیر آخه یه سوال می‌پرسی آدم دوست داره با چند نفر همیشه عکس بگیره یه نفر اگه بخواد بینشون انتخاب کنه یه نفر خواهم همیشه با خانم هم دیگه با خانم نه چهره ها چی چهره ها آره مثلا مردم دنیا فوتبالیستا حالا بازیگرا سیاستمدارا هر کی آها من یه نفر تو دنیا انتخاب با کریستیانو رونالدو بعد علی یه برهه‌ای می‌خواستی خودتو سرباز کنی بری تراکتور اینا رو کی بهت میگه؟ من نه حتی خواب میبینم من اتفاقا چند روز پیش دوباره همین کتاب داری که ثبت نام کردم مافیات تحصیلی مجدد هم گرفتم نه قصد سربازی نه پارسال امسال نه تو فکرم چون بازی زیاد نمیکردی خود یه ذره بازی که خدا رو شکر تو پرسپولیس چه فیکس بازی کنی چه ذخیره بازی کنی که من حالا هر دوتاشو بازی میکردم خیلی بهتر از جای دیگه است چون همش تو چشه دیگه خوب بازی کنی میتونی به هدفهای تیم ملی داری برسی ولی شانس آوردی ولی خودتو سرباز آره. نکردی ولی سرنوشت نمیخواستم خودم رو سرباز کنم هیچ وقت این کارو نمیکنم چون رشته تحصیلی جوری شد که باید این کار مثلا چیز میشد حالا با کمک دوستان خدا رو شکر نشد تا حالا وسط بازی برات اتفاق خنده‌دار افتاده نه چی؟ که مثلا یه اتفاق جالبی بیفته وسط بازی. بعد خرافاتی ترین کاری که می‌کنی قبل ورود به زمین چیه؟ خرافاتی ترین کاری که می‌کنم خرافاتی هستی اصلا؟ کمومیش. یعنی چی کار می‌کنی مثلا؟ چی همیشه همیشه یه کارو می‌کنی؟ خودم به اون صورت نه. مگه اینکه مثلا یکی مثلا بریم یکی مامانه شده دقیقاً بیا. برو بغل مامانه. غذا بخور خودم به اون صورت خوراکی نیستم مگه اینکه یکی یه چی بگه بره تو مخم چی مثلا شامل شده؟ مثلا میدونم من حساسم مثلا یک کسی یه چیز بگه زود میرم تو فکر اذیتم میکنه مثلا چی شده؟ یکیشو مثال بزن یکی اینکه مثلا به میگن که مثلا اخلاقت عوض شده مغرور شدی یا به خودم میگم من مغرور چی خون مثالشو بزن وقتی میگی مغرور شدم یا اون میره تو مخم تو نپرسم تو در نیارم چی شده ازم چی دیدم نمیتونم بلی کنم بیخیال شد علی خیلی جنبت بالای کلم بچه با جنبه یستی شوخیات ها قبلا شوخی که باد شده رو قبلا دیدی دیگه قطعا آره. هم محسن خیلی باد شوخی که عدس رو در میورد کمال هم فرشاد. کمال هم فرشاد هم الان جدیدن منشا میگن آره منشا خدا چی کار میکنی با اینا منشا میخندم بعد میگه که علی تو وقتی میخنده میده اینجوری میشه خودت ازای خودت از نگاه منشا در میاد آره بعد منم چیز تیکه میندازم بهش منشا استیل راه رفتم باید اجرا کنم راه برم اچه راه داره یه دقیقه بلند شهره با این دوربین همون میتونی من حرکت شو برو منشا رو منشا اصلا میخواد راه بره عادی رو میگیم محسن چی محسن؟ محسن سلمان آره محسن چون اونایی که خیلی اذیت کردن اینجا وقت خطبه حسابه شخصی دوستان محسن چیز خواستی ساعت تو استارت یه چیز خواست آره میخواد بودوه جدی میشه هر چیزی کمال برو من و فرشاد اینا مثلا بهش پی بردیم محسن اینجوری استارت میدونی دنش هم اینجوری کج میشه کلا آره اینجوری بعد چی کمال و فرشاد چی؟ کمال و فرشاد کمال که تا توپ زیر پام نیومد علی بده عقب یعنی خورا بچه‌ها بیشتر تا توپ بهم نرسید ده نفر صدا میکنن آقا حالا مظلوم خودشو نشون میده ولی ماشاءالله خوب همه رو سوژه داره فرشاد چی فرشاد هم داری فرشاد پسر برام کن نه علی هم میشه پسر دوم برام کن اون چیزی ازش نیست آقا محسن و منشا و یکی اکیا دیگه اونایی که خیلی اذیت میکنه علی بیرانوند چی
علی همه باش خاطره داره، تو هم بگو. بهرام من خودم به این نتیجه رسیدم، بهش گفتم، گفتش آره همین سلفی که میگیره علی بهرام اینجوری میکنه همش، میگم علی چرا اینجوری میکنی فلان، بعد میخنده، گفتم لازم نیست بخندی متوجه شدم دماغش اینجا چیز داره دیگه، اینجوریه دیگه، اینجوری میگیری که مشخص نشه صاف شه. آقا باد ما رو نبره. خب بچه‌ها رو همه رو سوژه کردی تو هم بابا نابودم کردم، خب نابودم کردم 4 سال. علی بزرگترین حسرت زندگی چیه؟ حسرت خدا رو سر مرتبه شو خودم، بچه‌م، خانومم، خانواده‌ام همه سالم در کنار هم باشه. حسرتی نداری پس؟ بعد علی یکی اخلاقیات اینه که خیلی زود عصبی میشی کلا، بعد سریع هم میشه که از وجدان میری، آره میگی وای مثلا منم میبخشه این، من این حرکت کردم اینا. نه عصبی که نمیشم، خودش آروم هم، ولی بعضی وقتا که واقعا خطا نیست، مثلا روم، مثلا مثالش تو بازی خطا نمی کنم، رو حریف داور سود میزنه زورم میاد. الان مثلا دیروز تو بازی به آزادی فر گفته بودم، گفتم الان مثلا بعضی از تنها به تنها رو خطا میگوش سری سود میزن، مثلا آقا الان تو آسیا ما میکشتیم همدیگر رو با یار حریف، داور سود نمیزد، یا مثلا پنالتی که الهلال روم کرد یا اریان روم کردن تو آزادی داور سود نمیزنن، بعد کوچکترین تنه ما خودمونم موندیم اونجا اونطوری سود میزنن، اینجا اینطوری سود میزنن، نمیدونیم چجوری. نه ولی خارج از زمینم تو مثلا یکی از اخلاقیات اینه که سریع از وجدان میگیری بعد یه حرکتی. آره اگه خودم عصبی نمیشم، اگه مثلا یکی مثلا یهو بیاد مثلا بگه بهم که علی تو اخلاقت عوض شد و من سریع چیز میشم، میری تو فکر، میرم تو فکر، آره میگم آخه کجا اخلاقم، کجام ایراد داره فلان چیزا، بگو که درستش کنم، ناراحت نمیشنم، زود چیز میکنم، بعد بچه ها میدونن این چیز همه، هی اذیت هم میکنم. اولین بار که اسمت تو گوگل سرچ کردی؟ من فکر کنم تو راه هم سرچ کردی. زدی چی اومد؟ قشنگ رزومه تو من؟ آره رزومه هم خوشحال بودی؟ اسمت اومد تو اینترنت؟ خب من بعد... نمیدونستیم چی بشی که سنی نداشتیم که. اگه 24 ساعت دیگه زنده باشی چی کار میکنی؟ بدونم 24 ساعت دیگه زنده هم هیچ از غصه دیگه میکنم، یعنی زودتر از اون 24 ساعت خودت مردی؟ همهش به خانومم میگم استرس دارم از هواپیما اینا، هر سری که میریم این طرف دارم میگم که ما الان نه این هواپیما ثبوت کنم میترسی؟ خیلی دیگه چیا میترسی؟ من از هواپیما خیلی میترسم، از هواپیما؟ چون دو سه بار اتفاق افتاده بود تو تیم ملی نوجوانان، جوانان که بودیم، یه بار اومد بشینه نزدیک باند شد دوباره رفت اوج گرفت رفت رو هوا، یه بارم نشست بارون بود هوا، این معمول میشه، از اون به بعد دیگه میترسیم، قبلش اصلا نمیترسیم دیگه، افتاده تو جونم. من خیلی بچه لارجی هم هستی، مثل اینکه با اینکه سنه در بقیه کمتره، من شنیدم که جایی میری مثلا تو دست به جیبت میکنی. که همزه حرف داده آمورات عالیه بخواه ولی خب وظیفه هم تعارفه رو بزنم دیگه، ما شمالی ها میگم مهمون نواز زیاد میگم تعارفه رو میزنی یا واقعا؟ نه من شیده ولی حساب میکنی واقعا، آره میرم ولی حالا بزرگترهایی که مثلا هستن اگه کوچکتر از خودم باشه که اصلا نمیذارم چیز کنه، ولی بزرگترهایی هم که بازم هستن میرم با اونها این کار رو کنم، ولی جلومو مثلا میگیرم میگن نه مثلا سری بد تو این کار اگه دوست داری سری بد بزنی. علی حالا خوب شد اصلا اینو نپرسیدین، تعریف کن اصلا داستان خواستگاری و ازدواج و اینا رو تعریف کن. والا من دایم باجنام همه دیگه، با دایش باجنام، دایم ازدواج کرد اینا، بعد ما دیگه رفتیم سراخونه همین، به همین زودی تموم شد؟ تو سنگان باف بود، من دایم ازدواج کرد، بعدش تو عروسی بود که زنده ایم خواهر زنده ایه، بعد دیدمش دیگه از همونجا مثلا آشناییت همون شروع شد. 15 سالت بود گفتی من زن میخوام دیگه اینجوری حساب کنی بنا 17 بود، 17 که بود تو دیرگی 18 سالت بود گفتی همون دیگه، حالا 18 بود تقریبا الان 4 سال. سنگاهان باف گفتی؟ آره دیگه همون سنگاهان باف که نبود، بعدش اومدم تو راهن، آره تو راهن که اومدم اول راهن بود. علی نگفتن سنت کمه مثلا حالا ازدواج نکن؟ آره چرا میگفتن سنم کمه، اینا بچه معلم که خیلی
میگفتن چرا داره ازدواج میکنه، فوتبالش خراب میشه، حتی مثلا سرد شده بودن فلان این چیز، ولی مثلا مهم نبود. تو خواستگاری سوتی ندادی؟ نه خواستگاریم زیاد حرف ندادی؟ همون معلوم مخواستم بگم اصلا حرف زدی که سوتی بدی ماشین باز نیستی؟ دست فرمونت خیلی خوبه، ولی موتور زیاد، موتور سنگین. دست فرمونت خیلی خوبه، دست من ماشین هم جوو گیفی اسمی کس من بسی میزن همه شو میره به خدا بیشتر از آقای نورزاده که پایین گفتم ازم اطلاع داری. نه دیگه میزنه ماشین همه شو دست فرموش بده. من میرم، من همیشه مثلا سرعت میرم، عادتم اینه که مثلا روز حرکت نمی کنم چون 100 دست پلیس میگیره من، چون خودم هم اگه نخوام سرعت برم پام میره رو گاز میره. بعد واسه همین شب حرکت میکنم، همش شب حرکت میکنم دیگه، میدونم دوربینو کجاست دیگه، تو راهشون میرسم کم میکنم رد میشم سرعت زیاد. علی با خانوما هم سلفی میگیری؟ والله میان میگن میشه عکس بگیریم، ما میگیم مشکل خانوم نداره. حساس نیست چون این قضیه؟ خانوم نه خدا رو شکر مشکل نداره به این قضیه دیگه. چی بگیم از این داستانی که پیش اومده؟ فکر کنم حساس تر بشه. نه بگیم نه میگن خودشو میگیره فلان از این حرفا، ولی بچه ها هستن که مثلا نگیرن عکس بخونن. من اصلا آها به خاطر اعتقادات کلا نمیگیره مثلا شو. ولی خودم یه چیز خاصی نیست، یعنی خوشم میاد هر جا میریم دوستانمون آره یه چیزی رو راه میندازه. راه سازندگیه دادا، جمعه تعطیلی نداره. مصاحبه کنی؟ خوششم اومده نگفتم اجازه گرفت نداشت مصاحبه کنید، اولین قرارداد مالیت چقدر بود؟ اولین قرارداد مالیم 3 تومن بود. از کجا؟ نساجی. چیکارش کردی؟ والا چیکارش کردم که 500 تومن کلن دادم. یعنی 3 بستی 500 گرفتی؟ دوانی طلب دارم. 500 تومن کار نکرده. نه 500 تومن هم آقا آذری بهم چیز داده بود، دلار داده بود، با تیم ملی داشتیم می‌رفتیم اردو. بودی اونجا خرج که همونا آره زدن پای چیز. بعد اگه دوست داشته باشی یه تیم اروپایی انتخاب کنی که توش بازی کنی، رئال فکر کنم دیگه، رئالی شدید. ولی قبلش باید تیم دیگه بازی کنم تا بهش برسم. بعد بهترین تعریفی که ازت کردن؟ خیلی به چسبیده. بهترین تعریفی که ازم کردم، بچه‌ها شوخی زیاد با هم میکنن مثلا قبل بازی ها، مثلا بهم میگن که علی پور ببندین تو اتاقش روز بازی ولش کن. این بهترین تعریف بوده؟ نه مثلا یه چیز خاصه. ببندن تو اتاقه یعنی چی؟ یعنی علی پور ببندن تو اتاق حبسشونه یه روز بازی ولش کن. خطرناکی یعنی چی؟ یعنی روز بازی ولش کن بگیرم. علی اینستا خیلی بهش اهمیت میدی؟ به اینستا یا نه؟ نه 730,000 تا فالوور داری. من بعد الهلال 730 بودم قبلش، بعد الهلال شدم 726 دوباره. بعد دوباره بعد دقیقه از دیشب تا الان از 726 شدم 730. هی میشی هی نه اولین بار بود کم شدم. حالا به چه دلیل نمیدونم. خودت اهمیت برات داره یا نه اینستا؟ نه من یه وقتای خیلی تو اینستاگرام بودم، خیلی همش میرفتم تو اینستاگرام، ولی از کدوم بازی بود خدا، از بازی رفت الاهلی بود فکر کنم، یه گوشی 11-0 واسه خودم گرفتم و یه سیم کارت که مثلا میرم تو هتل دیگه گوشی چیزم آیفونمو دیگه میذارم کنار تا بعد بازی دیگه. خیلی کم شده. ولی باز مهمه. خب ببین 730,000 نفر یعنی دوستت دارن، دارن دنبالت میکنن، این خب به حال افتخاره. آره بابت نظر لطفشون هم میگم، ولی دیگه نهایتش پوستر رو بذارم بیرون. بیا بیرون. ولی بدترین انتقادی که ازت شده چی بوده؟ جمله‌شو یادته؟ بدترین انتقادم میگم دیگه آره عجیب زده حال خورد. همون سالی که اومده بودم پرسپولیس، راهن دو تا موقعیت خراب کرده بودن جلو ما. راهن دقیقا روز بهم سکا گفته بودن علی پور عیا کن پرسپولیس رو. این از همه بدتر بود برای درسته؟ بعد بهترین فوتبالیست ایران از نظرتون در حال حاضر؟ کلن رو بگو در حال حاضر رو بگو. کلن والا علی آقای کریمی، علی آقای دایی. الان؟ الان خودم مهدی صالحی. خواستگاری چیه؟
خارجی چی؟ خارجی رونالدو. دیگه اصلا سوال وقتی یکی رئالیه یعنی دیگه عجیب رئالیه. کتاب میخونی؟ کتاب نه زیاد. من کتاب داری میکنم. آخرین کتابی که خونی یاد میاد؟ آخرین کتابی خوندم نه. میخوای از این بحث خواهد فیلم و سریالی هستی؟ کم و بیش آره مثلا میبینم بچه ها معرفی کنن ایرانی. سریال خوب نه اصلا خارجی ایرانی فهمونم ایرانی شهرزاد مثلا میبینم خارجی مثلا بلکلیست فرار از زندان نه دوسته راجب سکوها گفت علیدی ما که گفتن حیا کن رها کن یه برهی بوده این پارسال هم خیلی رود فشار بود که بالاخره رسید بازی با پیکان و گل زدی که بعدش که رفتی تو رخکن و ببین من گریه کردی گریه خاطره بعدش میاد بله که همه تاوهر بگو خودت بگو خاطره رو ببین فشار روم زیاد خود گریه کردم ولی نه به خاطر اینکه چون روم انتقاد بود خب واقعا دوست دارم مثلا روم انتقاد زیاده مثلا انرژیم بیشتر میشه تلاشم بیشتر میشه واسه اینکه مثلا بیشتر تلاش کنم موفق باشم ولی از اینکه بخوام بیام فوش زن و بچه و خواهر و مادر بدم خیلی بده خودم به شخصه خیلی ناراحت میشم بعد میرفتم میخوندم واقعا بغضم میگرفت احساسم خوب میشد چرا باید اینجوری باشه بعدش حالا خدا رو سر زدم مرتبش رو بازی پیکان دونستم گل بزنم دیگه قبلش هم چند تا بازی با کمک بچه ها لطف بچه ها خوب بازی کردن بچه ها کادر فنی همه تونستم خوب باشم حالا خدا رو شکر تون بازی کردن پیزای بعدش ما زمین گریه کرده بودیم گریه نه اینکه علکی باشه واقعا بغضم گرفته و گریه کردم بعد رفتیم آقا خیلی گشنم بود آخرها گریه هم بود دیگه بعد آقا پیتزا رو به ما دادن بعد نوشابه و نوشابه زرد اصلا فانتا بود بعد آقا داشتم گریه میگم نوشابه زرد نده مشکیه هم بده قهری بیرام من تو خندمانه بود پخش چیز کرده بودش تعریف کرده بودش سوژه میکرد تو گریه گفتی مشکی میخوام بودم زرد بیرام نده مشکی بده آجی تو تمرین ها 3-4 روز خوراکی بچه ها بود محمد انصاری آره محمد انصاری محمد انصاری هم ظاهرش یه ذره غلط اندازه محمد... ولی نه. خیلی شوخه محمد شوخه ولی بچه خیلی گلیه محمد مثلا نه گله ولی همینگاه خیلی فن ساکره ولی بچه اذیت کنی هم از شنیدم آره ولی کلم آره با بچه ها با اونایی که صمیمی زیاد شوخی میکنه بعدش هم در کل آقا این دوستمون داره راهسازی میکنه تموم هم نمیشه مثل که یعنی تا اینجا یه اتوبان نزنه این پشت مثل که نمیده علی... بعد میبینه میخنده آره فکر کنه کلا خوبی میکنه دنتو سرویس میکنه آره علی کوتاه کوتاه لطفا جواب بده خوشتیپ تری آخه یه جوری سوال میکنی که آدم میمونه ورزشی باشه غیر ورزشی نه علی از تیمتون بگو از تیم آره. خوشتیپ تری یا تیمای دیگه هم اگه دوست داره بگه آره ایرانی ها دیگه ایرانی فوتبالیستای ایرانی خوشتیپ ترین محسن دوست داره همیشه خوشتیپ بگه مسلمان بدتیپ ترین خودم نه خودم چون اهمیت نمیدم که با چه لباسی برم سر تمرین چون آخه رفتم به سر تمرین دیگه هدف اونه که بری سر تمرین تمرین کنی برگردی چون واسم زیاد چیز نداره برم تیپ بزنم علی بهرامن چی علی بهرامن علی داره ترونش از سر خوب شده داره ما مدل میگم مدل داره که همه مدل میشه بعد اینکه یه جراحی داشته باشه با من میخواهد ببرد آره جراحی کنی یا نه به همه میگن دیگه نه علی پور تو بخواهد من نه 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 اصلا ولی بچه باید میگه علی پور بخواهد جراحی کنی میگن هم کل فیس رو باید بریزی زمین کلی از اینش میشه با مزه ترین با مزه ترین ربیخا ربیخا میخورد خدایی به ادای نقی و اینا رو نرمون بیمزه ترین احسان
المنزده بعضی وقتا یه تیکه هایی میندازه زمینه باید باز شه بگید تو زمین چی مثلا بیمزه تیکه که مثلا انداخته چی بده؟ خیلی انداخته مثلا بیمزه ترین ولی حضور ذهن ندارم ولی اون موقع که باشی اصلا یه چقدر تو شیرینی خصیص تری من تو تیمون ندیدم یعنی کسی رو جیباش اغرب نمیذاره دست به جیبش مطمئنی؟ لارج ترین مهدی هم میتونی مهدی باشه هم موسی بدترین اخلاق خودت از نظر خودت بدترین اخلاق خودم از نظر خودم مثلا تو تمرین مثلا بعضی وقتا بهم مثلا پاس نمیدن یا مثلا اینکه پاس نمیدن که نه تو بهم نمیرسه اینا مثلا زود مثلا یه خورده به هم میریزم بعد درست شد بهترین اخلاق از نظر خودت بهترین اخلاق از نظر خودم اینکه همیشه مثلا تلاش کردم بعد کینه‌ای تو؟ من نه اصلا؟ سریع یعنی همون لحظه که با همین باید از دلش در بیارم نشه دیگه میرم تو فکر شدم شب مثلا نخوابم یه زنگ بزنم کنم غذای مورد علاقه چیه؟ غذای مورد علاقه من تو هر غذای سیب زمینیه باید باش سرخ کرده خیلی دوست دارم بعدش هم از چی بدت میاد؟ از چی بدم میاد؟ از یه مرغ معلی هست مرغ معلی مثل اردک اینا نمیتونم اصلا بخورم گوش میخورم آره میخورم گوش مثلا از یک بعد اهل موزیک هستی موسیقی اینا گوش میکنی آره چی بیشتر کنی خواننده من والا در آرازه بنامبانی بنامبانی انا همه تو جو بنامبانی هستی خدایش خیلی خوب میکنه بازیکنای ما انا همه آره. بنامبانی خیلی خوب میکنه یا حتی شنتی هم بیشتر وقتی با آهنگش میخورید میدونیم دیگه خیلی لج میکرد آهنگ میذاشم من مجاز دیگه بیشتر فقط گوش میکنی یا فرقی برات نمیکنه نه من زیاد ببین علم مثلا یکی که خوب خونده باشه گوش میدم نه اونجوری غیر مجاز گوش نمیدم غیر فوتبال دیگه تو چی خوبی؟ غیر فوتبال؟ هیچ تو هیچی دیگه خوب نیستیش؟ مثلا یه استعداده یه چیز دیگر هم داشته باشه استعداده یه چیز دیگه والیبال بلدم فوتسال بلدم غیر ورزش چی؟ غیر ورزش ببین اگه مثلا یه شغلی نباشه مثلا این مغازه یه چیزی اینا خودت بگی بخوای مثلا کار کنی هیچی بابا واقعا این واسه فوتبالیست ها مثلا یه دغدغه است مثلا خدای نکرده زبونم لال یکی مثلا مصدوم شه مثلا بگی غیر این که مثلا شغل درآمدزایی داشته باشه نه مثلا خودش بخواد کار کنه بعد تفریح مورد علاقه چیه؟ تفریح مورد علاقه همش تعطیل میشیم بریم شمال دیگه شما علی بدترین خوابی که تا حالا دیدی چی بوده؟ بدترین خواب قبلا خواب میدیدم که مثلا هی دعوا و جنگ و فلان این چیزا آخرش مثلا میزنم میکشن بعد مثلا پا میشدم مثلا میرفتم از این اون سوال میکردم میگفت خوبه مثلا مردن تو خواب مثلا چیز میشه مردن تو خواب خوبه عمر آدم زیاد میشه فلان الان جدیدن خواب میبینم تو خواب جنگ و دعوا میشه همه میمیرم من نمیرم میام میگم که چرا نمیام بذار بزنی منو بکشن در اون هم زیاد شد اونجوری بکنم زود از دست برم بعد اگه 10 میلیارد تومن پول داشتی چی کار میکردی؟ فکر نکردم بهش خب به هر حال هم به زندگیم هم به زندگیم هم به خانوادم هم به نیازمند کار خیر بعد بهترین روز زندگیت بهترین روز زندگیم والا از نظر ورزشی بخواد باشه هم گولی که به استقلال زدم غیر ورزشی چی؟ غیر ورزشی بخواد باشه خب حالا درست همه چی هست مثلا خانواده هست همه چی هست در کنار ولی شنتی ها که به دنیا اومده دیگه
آخرین باری که گریه کرده بپرسیم کی گریه کرد؟ به جز اون پیکانه حالا که بعد اون آخرین بار پیکان بود گریه کردم، ولی بعدش مثلا بغض مثلا گرفته منو که مثلا بخوام گریه کنم دل خودم گرفتم. یهو جمع میشه، یهو جمع میشه، بعد جوری میتره که به خدا اون گریه هم گرفت، گریه نبود نه از زمین شروع شد، نیم ساعت داشتم گریه میگم بالاخره که با تموم میشد. بهترین هدیه ای که گرفتی؟ بهترین هدیه ای که گرفتم همون بازم شانتی هم میشه دیگه، از خدا بزنیم. بهترین هدیه‌ای که دادی؟ بهترین هدیه‌ای که دادم؟ به خانومت دادی دنیا؟ اولو یادم نمیاد کلن؟ آخرین بار چی گرفتی برای خانومت؟ 7 آیفون. علی کلن چیزی تو ذهنت نمونه نه؟ سریع فراموش حافظه رو سریع یه سارت میکنی کلا. من ببین هر سری میرم هتل یه چیز جا میذارم. خدا نمیدونم خیلی بدا، نمیدونم چرا حمید متحری یادش نمون. هر روزم میزنگ با هم داشتیم هماهنگ میکردیم واسه این برنامه، مثلا از 3-4 روز پیش جمعه مثلا هماهنگ کرده، مثلا چند تا جا باید میرفتم، بعد اینکه با هم هماهنگ شدیم برنامه دیگه تازه یادم باید بمیسم باید یاد داشت کنم، خیلی زود فراموش میکنم. دلت میگیره چیکار میکنی؟ دلم میگیره کار خاصی نمیتونم بکنم، ولی بهترین چیز واسم اینه که مثلا میدونم الان چند ساعت دیگه تمرین میریم، مثلا شاد میشه، خوشحال میشه تو تمرین. از چی میترسی غیر از هواپیما؟ از چی میترسم؟ از چیزی نیست بترسی؟ از چیزی بترسم ولی چرا از میترسم مثلا مارمولک میشه؟ نه مثلا از این میترسم یه وقت مثلا خانوادم ازم راضی نباشه، از این میترسم مثلا خانومم ازم راضی نباشه، یا مثلا از این میترسم که کاری مثلا واسه یکی میتونستم انجام بدم انجام نده باشم، مثلا خدا ازم راضی باشه. من فکر کنم همیشه یادت پرسید چیزی دوست داشت یادت بپرسیم نپرسیدیم؟ چیزی؟ خودت مثلا اگه جای ما بودی از علی علی پور چی میپرسیدی؟ میدونم اصلا سوالی سخته خدایی شما بتاشت اینکه سریع فراموش میکنی؟ الان اتفاقا فیلس برق رو دیدم یه چیزی میخواستم بگم فراموش کردم، هی هم این فراموش کردم هایی که میگم بچه ها میگن کچلی خوردی؟ چون اون گفته بود دیگه تیکه کلام اون بود. چیزی نمونده تو دلت توی مصاحبگی؟ چیزی تو دلم والا ایشالله که همه مردم، همه مریضا، همه کسایی که گرفتاری دارن، میگم همه فرق نمی کنه، همه تمام ایران و جهان، همیشه خودم هم دعا می کنم هر گرفتاری، هر چیزی، هر مریضی، هر درگیری تو زندگیشون، تو چیزشون دارن حل شه و همشون و هممون خانواده ها، دوست ها، آشنا، رفیقا، فامیلا، هممون همیشه سعی سالم باشیم و سعی سالم در کنار هم دیگه زندگی کنیم. مازنی خدافظی کن با اون طوری. چی بگم؟ هر خدافظی یه چیزی بگو. تشکر کن خدافظی. رو بگو. بگو یه چیز فارسی همونو بگم. من که بلد نیستم. نه میده فارسی یه چیزی بگو. بگو این برنامه خیلی باحالی بود. امیدوارم دوست داشته باشین. خدافظ. خیلی برنامه باحالی بیه. خیلی دو... آخه می نه سخت نیست. آخه هر تو جمعی که میخوای هر چی دوست داری به زبون مازندرانی به مردم همشهری هر چی دوست داری بگو. خیلی برنامه عالی بیه. خیلی خوش بگذشته، ایشالله که نستوزی امسال بیا دیگه برتر، همه خواهیم شهری خوش آده. خدا حافظ. خوش که خدا حافظ. مرسی.